सितम है खुदाया क्यों प्यार बनाया जो लूटे दिल का जा। کدوم لباستو میپوشی؟ من مرد حاضر کنم. نه، خودم میتونم حاضر شم. چی شده بهادر؟ خیلی هدایه دوست داشتن داشتی، حالا الان دیگه به من و حرفام اهمیت نمیدی. من نمیخوام که تو مدیونم بشی و روی تصمیم تأثیر بذاره. بهتره به ندای قلبت گوش بدی. آزادی هر تصمیمی میخواستی بگیری. آزادم؟ آره، خیلی بهش فکر کردم، به این نتیجه رسیدم که به زور نمیتونم تو رو تو این پیوند ازدواج نگه دارم. اگه میخوای این ازدواج اجباری رو از بین ببری و بری پیش سمیر، پس تو رو آزاد میذارم. هر کاری که بکنی من قبول دارم. پس تو میخوای بیرونم کنی؟ نه، نمیخوام این کارو بکنم. اما دیگه نمیخوام به زور تو رو اینجا نگه دارم. بهادر تو چقدر عجیبی. الان یادت اومد که رضایت منم مهمه؟ وقتی بابا ما رو به زور به عقد هم در آورد و تو من آوردی اینجا، من چه حرفایی که بارت نکردم، اما تو شب و روز از دوست داشتنت حرف میزدی بهادر. یادت اومد؟ تو دوست داشتن تو به من تحمیل می کردی. اون موقع رضایت من یادت نبود نه؟ اون موقع به خاطر حس دوست داشتن ناچار بودم، ولی دیگه خوب فهمیدم آدم می تونه عاشق یکی بشه، ولی نمی تونه به زور یکی رو عاشق خودش بکنه. حسابی فکر کن. تا وقتی به تصمیم قطعی نرسیدی میتونی اینجا بمونی. نمیذارم احترام و جایگاه تغییر کنه. و اگه میخوای بری، پس با احترام بدرقت میکنم. من نمیرم. نیازی نیست احساساتی بشی. با فکر و دقت تصمیم بگیر. یالا پاشو، پاشو بیا پایین و با ما صابونه بخور. پاشو، اتاقت هم خیلی کثیف شده. میگم اتاقت هم تمیز کنن. کجاش کثیفه؟ نیازی به تمیزی نداره. درسته. پسرم هر اتفاقی که میخواسته بیفته افتاده دیگه. گیتی با شوهرش برگشته خونه‌شون. تو دیگه هیچ کاری ازت بر نمیاد. رضای خداوند به همین بوده. آخه چرا رضای خداوند همیشه باید تو شکست من باشه؟ نه خیر عزیزم، اینجوری نگو. یاد بگیر به رضای خداوند راضی باشی. من کاملا مطمئنم که خداوند رومینا رو برای تو صلاح دیده. اون یه دختر دوست داشتنیه عزیزم. مامان من کی گفتم رومینا دختر بدیه؟ من فقط دوستش ندارم. تو میتونی یه بار ازدواج کنی، همه چی درست میشه.
دوستشم خواهی داشت. تو فقط گیتی رو فراموش کن و به رومینا فکر کن. یه خواهشی ازتون بکنم، شما لطفا تاریخ ازدواجمون عقب بنداز، لطفا. رومینا تو چت شدی؟ من دارم بهت میگم، اما تو باز درگیر حرفای گذشتی. رومینا تو دختر زرنگی هستی، من خیلی خوب میدونم که تو قلب سمی رو به دست میاری. آره، اما اون اصلا به من اهمیتی نمیده و عشقشو داره به یکی دیگه نشون میده. رومینا اون اصلا عشق نبود، اون نادونیش بود و حماقت سمیر بود. توی خونه ما تدارکات عروسی شروع شده رومینا. خود سمیر هر روز داره خرید میکنه. مادر جون خودش منو فرستاده با تو برم خرید عروسی کنی، پس چرا همچین فکری میکنی؟ واضح بگم زن داداش، من اصلا نمیفهمم. به نظر من فعلا باید این عروسی رو عقب بندازیم. باشه رومینا، چی داری میگی تو؟ تو که دیوونه نشدی؟ میدونی چند روز پیش از عروسی کنسل کردنش چه معنی میده؟ چقدر بدشگونه؟ مردم یه عالم حرف در میارن. عزیزم چرا این کارو میخوای بکنی؟ ببین، هر اتفاقی میخواد بیفته بذار بیفته، هر جور میخواد بشه، تو با آرامش تدارک عروسی رو بگیر. این شد حرف حساب. ببین، من مشغول حرف شدم و فراموش کردم که باید بریم بوتیک. نیم ساعت بعد بوتیک رو میبندن. بریم، عجله کن. باش، بی خیال شو، آروم باش. چرا استرس داری؟ من اینا رو راحت نمیذارم. اول منو کلانتاری بردن، الان هم دارن تهدید میکنن از خونه بیرونم کنن. مثلا میخوای چیکار کنی؟ تو چیکار میکنی؟ بازم میخوای دزدی کنی؟ دزد حرفه‌ای هم از خانواده‌اش دزدی نمیکنه، اما تو این کارو کردی. تو برای من اصلا آبرو نذاشتی، منو جلوی داداشم تحقیر کردی. یه اون با سربلندی و افتخار اینجا زندگی کردم، اما الان نمیتونم با داداشم چش تو چش بشم، نمیتونم بهش نگاه کنم. تو دیگه برام آبرو نذاشتی. محتاج به قرون قرون پولشون میکنم. اینا از نفرت ظفر جون سالم به در نمیبرن. اگه تو کل شهر رسواشون نکردم، اسمم ظفر نیست. کافیه دیگه ظفر، کافیه. برای من چرت و پرت نگو. الان برو، برو از اقبال معذرت خواهی کن، بهش اطمینان بده که از این به بعد اشتباهی ازت سر نمیزنه. اگه اون ذره شک داشته باشه که تو بازم اشتباه میکنی، نمیذاره تو این خونه بمونی. بهادرم تو شرکت جا پاشو محکم کرده، اقبال نسبت به گیتی هم دلش نرم شده، اون دیگه بهت نیاز نداره. تو باید از عقل و فکرت استفاده کنی. آخ، نمیدونید که مادر جون به چه سختی رومینا رو قانع کردم. اون خیلی ناراحت شده بود، به هیچ چیز علاقه ای نشون نمیداد. اما من یه چیزی رو نمیفهمم، اون چرا همچین واکنشی نشون میده؟ اون که هیچی رو نمیدونه. مادر جون، شما متوجه نشدید که سمیر چقدر با رومینا گستاخانه رفتار میکنه؟ اون واسه گیتی چقدر با ما جنگیده و بی احترامی کرده. در ضمن مادر جون، شما نمیدونید مگه حس ششم زنه چقدر قویه. رومینا از این ناراحت شده که سمیر از اون خیلی دوری میکنه و نزدیکش نمیشه، قرار میذاره اما دیدنش نمیره. خب مگه اون چیزی بهت گفته ها؟ آره مادر جون، وقتی با هم خرید رفتیم رومینا همه چیزو بسم تعریف کرد، حتی اون یه لیست طولانی از شکایتاش نسبت به سمیر داشت.
من خیلی با سمیر حرف زدم. هر دفعه دارم بهش میگم که همه یه تردیداشو کنار بذاره، اما این پسر اصلا نمیفهمه. اون موقع به خاطر حس دوست داشتن ناچار بودم، اما دیگه خیلی خوب فهمیدم آدم میتونه عاشق یکی بشه، اما نمیتونه به زور یکی رو عاشق خودش بکنه. تو کار خوبی نکردی بهادر، منو اسیر عشقت کردی و خودت میخوای از این عشق فرار کنی. یاره تماس از گیتی؟ گیتی با من تماس گرفته بود؟ چی؟ دوباره برگشت؟ آره همینو گفتم، چرا تکرار میکنی؟ درسته، خبر خوبیه. با کلی غرور از اینجا رفت ولی مجبور شد برگرده. به قول معروف غرور زیادی بد جور آدمو زمین میزنه. اما اینجا خوشحالی داره، زندگی داداشت سر و سامون میگیره، خونهتون پر از شادی میشه، تو باید خوشحال باشی. من از اومدنش اصلا هم خوشحال نشدم. جمشید این دختره خیلی زرنگ و حیله‌گره. مامانش مرد و دیگه جایی نداشت، واسه همین برگشت خونه ما. باشه بیخیال این حرفا، ما از خودمون حرف بزنیم. که اینطور؟ مگه تو وقت داری با من حرف بزنی؟ من که برات جونم میدم دختر، تو از وقت حرف میزنی؟ واقعا؟ اگه اینطوریه پس چرا این مدت نیومدی دیدنم؟ چون این چند وقت گیتی اونجا نبود. بفرما، دوباره ساکت شدی نه؟ الان یه بهانه خوب جور کن و دلیل نیومدن تو به هم بگو. والا دلیل نیومدنم خیلی بزرگه. مگه چیه؟ خب این که تو دعوتم نکردی. نه بابا، الان دیگه باید دعوتت کنم که بیای خونه. 100%. پس بلند شو بیا، برات فرنیم درست میکنم. باشه میام. تو فرنی درست کن، من خیلی زود میرسم. باشه منتظرم. مشکل چیه؟ چرا همش به من نزدیک میشی؟ بشین سر جات. خب تو مشکل چیه؟ تو هم سر جات بشین. هی چرا میری عقب آخه؟ کوئی تو میرا اپنا، کوئی تو سهارا ہو، غم میرے ٹھہر تو جائے، کوئی کنارا ہو. تو مشکل چیه؟ چرا هی به هم زنگ میزنی و اذیتم میکنی؟ بازم این بار دیر رسیدم گیتی. وقتی من رسیدم خونه عمو نفیس بهادر تو رو از اونجا برده بود. خب چی کار میکردم؟ دستم مگه تلفنتو جواب ندادم که عمدن این کار رو نکردم، چون دیشب گوشیم تو ماشین جا مونده بود. خب من از کجا میدونستم این اتفاق بد برای تو میفته و تو به من زنگ میزنی؟ توی بازی عشق تو من دوباره شکست خوردم. توی زندگی تو به جز عذر و بهانه دیگه هیچی نیست. من اینو خیلی وقت پیش فهمیده بودم. این مامانم بود که براش سوی تفاهم پیش اومده بود. گیتی تو حرفتو زدی، منم شنیدم. دیگه به هم زنگ نزن. گیتی تو همیشه منو اشتباه میفهمی.
من خیلی وقت پیش از این حرفا بهت زدم. هرچی هم بوده مال گذشته بوده. دیگه هم به هم زنگ نزن. گیتی ببین، فقط یه بار همو ببینی، من همه چی رو بهت توضیح میدم. فقط یه بار. تو عقل تو از دست دادی سمیر؟ بخوام تو رو ببینم؟ به هیچ وجه. ببین گیتی، فقط یه بار. بعد از اون دیگه هیچی ازت نمیخوام. نه، من نمیخوام ببینم ات. بعد از اینم دیگه به من زنگ نزن. حالی شد؟ जा तुझे माफ किया जा तुझे माफ किया दिल को तोड़ने वाले که جواب تلفنمو ندی، پس بعدش هر اتفاق بیفته من مسئولش نیستم. ازت انتظار همچین کار زشتی رو داشتم. حالا دیگه منو تهدید میکنی؟ معذرت میخوام گیتی، اما من چاره دیگه ای نداشتم. تو جواب تلفنمو نمیدادی. لطفاً سمیر، اینقدر تلاش نکن که خودتو مظلوم نشون بدی. از قلبم خیلی وقت پیش بیرون رفتی، حالا هم که از چشمم افتادی بس دیگه. تو هر چقدر میخوای به هم بد و بیرا بگو، هر چی دلت خواست میتونی به هم بگی، اما گیتی لطفاً یه بار همدیگر رو ببینیم. من میخوام همه چی رو بهت توضیح بدم. دیگه هیچ فایده ای نداره، تو داری وقتتو هدر میدی. ببین، من دارم میام حیدرآباد. باید اونجا هم دیگه رو ببینیم. بهت گفتم وقتی نمیخوام ببینم ات یعنی نمیخوام. باشه، پس تو نمیخوای منو ببینی؟ نه. باشه، پس من میام اونجا دم خونتونو، اونجا جلو همه با هم حرف میزنم. تو منو تهدید میکنی؟ من تو رو تهدیدت نمیکنم، فقط دارم بهت میگم اگه نخوای منو ببینی من میام جلوی خونتون. پیدا کردن آدرس خونه بهادر برای من کار سختی نیست. تو به حرف من گوش بده. ببین، تو تا یه ساعت دیگه بیا همون رستورانی که بار اول همدیگه رو دیده بودیم. اگه اونجا نباشی من مستقیم میام دم خونت. بفرمایید سر میز آبجی. ممنونم. من گرسنه نیستم. بعد از کارایی که پسرم کرده دیگه اشتها ندارم. خب اومدم ازت اجازه بخوام که... چه اجازه ای آبجی؟ راستش دیگه خیلی اینجا موندم. جایی که احترام و ارزش نداشته باشم اونجا موندم واقعا حماقت محضه. با اجازتون دیگه میخوام از اینجا برم. این چه حرفیه میزنید آبجی؟ اینجا خونه شماست و ما هممون به شما احترام میذاریم. درسته که من از ظفر عصبانیم، بعد از اون کاری که کرد خیلی ازش ناراحتم، اما این به این معنا نیست که شما حرف از ترک کردن خونه بزنید. آبجی، حق با داداش اقباله. شما هیچ جا نمیرید. این از مهربونی شما هاست که برای دلداری من اینطوری میگین. اما باور کنید دیگه موندنم اینجا غیر ممکنه. ظفرم خیلی شرمنده است، اصلا از اتاقش بیرون نمیاد. من خیلی دعواش کردم، سرزنشش کردم، گریه میکرد.
فقط اینو گفت که اگه دایی ما رو ببخشه اون وقت ما از اینجا میریم. اگه اون اشتباهش رو درک کرده و از کارش شرمنده است، پس آبجی همین برای من کافیه. آبجی، اینجا خونه شماست، خونه زفرم هست. دیگه هیچ وقت حرف از رفتن از اینجا نزنید. بفرمایید، بشینید سر میز. منم میرم زفر رو صدا کنم. نه منور، تو الان نرو. اون از خجالت نمیخواد با کسی روبرو بشه. اول معذرت بخواد، بعد بیاد اینجا غذا بخوره. منور، به نظر من آبجی درست میگه. ما باید یه خورده به زفر زمان بدیم. آدم شرمنده تنهایی میخواد. بفرمایید، غذا سرد میشه. بیاین آبجی، بیاین. بشین. شروع کنید. اقبال، راستش در مورد گیتی و بهادر چه فکری کردی؟ داداش اونا رو ببخشید، قهرتون رو تمام کنید لطفا. خانده داش، گیتی هم دختر این خونه است، بهش اجازه بدیم به خونه برگرده. من به زمان نیاز دارم. قضامون رو شروع کنیم. تو منو توی چه درد سری انداختی سمیر؟ من نمیخوام تو رو ببینم. گیتی، گیتی دخترم، تو داری جایی میری؟ بله دوستم ارهم که هست، یه خورده مریض احواله، فکر کردم برم یه سر بهش بزنم. خب بهادر وقتی اومد با اون برو دخترم، اینجوری تنها رفتن خوب نه نیست. نه خوره، چه نیازیه که اونو اذیت کنم؟ بیچاره خسته از سر کار میاد خونه. خونه دوستم همین نزدیکی هست، من زود بر میگردم. اما دخترم بازم باشه، هر جور خودت راحتی. زنداداش فقط با من مشکل داره، وگرنه با بقیه خیلی خوب قرار میزنه، اونم توی تاریکی شهر. مامان، رفتید پیش داداشتون و گریه و التماس کردید؟ خب چی کار میکردم؟ میخواستی از خونه بیرونمون کنن؟ اون وقت کجا میرفتیم؟ مگه بابات برای ما ارث و میراث گذاشته؟ خدا رو شکر همیشه با احترام زندگی کردم، اما فکر کنم تو احترام سرت نشه. احترام بدون ثروت، احترام هیچ ارزشی نداره. آدم محترم و فقیر کسی باهاش هم کلامم نمیشه. و ثروت با تلاش به دست میاد، نه با دزدی و خیانت. بگذاریم، من با اقبال حرف زدم، بهش گفتم تو خیلی شرمندی و میخوایی معذرت خواهی کنی،
فردا صبح که رفتی صادقانه ازش معذرت خواهی کن. دیگه هیچ وقت دروغ نگو. اون تو رو میبخشه. حتی ممکنه دوباره برگردی شرکت. من از اون معذرت خواهی نمی کنم. و چی کار کنم؟ توی شرکت برم زیر دست بهادر؟ اون احمق؟ تو یه کاری میکنی از این خونه بیرونمون کنن. محض رضای خدا حرفم رو گوش کن. فردا صبح برو از دایید معذرت خواهی کن. مگه چی میشه؟ فقط یه کمی دعوا و سرزنشت میکنه. بعدش از ته دل تو رو میبخشه. اون بهادر اصلا مهم نیست. ببین پسرم، به وقت نیاز مردم گدا رو به شاه تبدیل میکنن. من نمیخوام این گدا شاه بشه. اون خدمتکار بود، خدمتکارم میمونه. به خیال، اون دیگه خدمتکار نمیمونه، رئیس اینجا میشه. اقبال گیتی رو بخشیده، تا چند روز دیگه به این خونه برمیگرده. اگه ما بخوایم اینجا بمونیم باید با همه سازش کنیم. خداوند عشق شما دوتا رو همیشه پا بر جا و سلامت نگه داره. تا امروز فقط زنزلین شنیده بودم، امروزم با چشمای خودم دیدم. که نکنه آدمای حسود عشق شما دوتا رو چشم بزنن. هرچی میخوای بگی سری بگو. باشه گیتی، لطفا اول بشین. اینجا نیومدم که بشینم. ببین گیتی، لطفا همه دارن نگامون میکنن، لطفا بشین. فقط چند دقیقه، لطفا. من خیلی وقت ندارم که باهات اینجا بشینم. هرچی میخوای بگی بگو. گیتی لطفا با من اینجوری حرف نزن. من اومده بودم اونجا، اما اون لحظه تو این حرفا رو پشت تلفن به من زدی. الان چرا گفتی من بیام اینجا؟ من حرف مهمی باهات دارم. میخوام بگم که درسته الان خاله نیست، ولی ما باید اون برنامه‌ای که داشت رو حتما انجام بدیم. اون برنامه مامانم بود. من هنوز پای همون حرفم وایستدم. ببین جیتی، تو لیاقتت خیلی بیشتر از بهادره. بهادر شوهر منی. نمیتونم حرفای مزخرفتو بشنوم. و تازه لیاقت من آدم فریبکار و عوضی مثل توه. آره؟ من هیچ اشتباهی نکردم. اون زمان شرایط اونطوری بود، اما الان زمان دست ماست. اشتباه خودتو گردن بقیه ننداز. تو یه دختر از خانواده سختگیر و متعصب نبودی، تو مرد بودی. اگه میخواستی میتونستی منو مال خودت کنی و ازم دفاع کنی، اما نه. تو نه تنها عوضی و فریبکاری، بلکه ترسو، ضعیف و دهنبین مردم هم هستی. گیتی تو و سمیر میدونی امروز چی کار کردی؟ تو امروز آخرین دیوار حرمت و احترامم از بین بردی. امروز جنازه این عشق و خودت توی قبر گذاشتی سمیر. مگه چی کار کردم گیتی؟ چی کار کردم؟ تو چی کار کردی؟ تو از شرایط دختر ضعیف و بیپناه سوء استفاده کردی. تو منو تهدید کردی که اگه امروز اینجا نیام میای در خونه من. سمیر دیگه چقدر؟ دیگه چقدر میخوای از چشمم بیافتی؟ اما من که همه چی رو برات توضیح دادم. اون حرف رو فقط واسه این زدم که تو بیای اینجا.
میدونی سمیر با این کار چه اتفاقی افتاد؟ با رفتاری که الان کردی، اون حسی که بهت داشتم، یه حس دوست داشتن بچه کنی، یه حس حماقت. من الان از اون حس فقط ندامت و پشیمونی برام مونده. تو عشق که چی، حتی لیاقت نفرتم نداری. آره، لیاقت نداری. من از خودم تعجب میکنم که آدمی مثل تو رو دوست داشتم. اما بهادر که هست، اون هرچی گفت بهش عمل کرد، هیچ وقت دست من رو رها نکرد. هیچ کسی مثل تو اینجوری با بهونه و تهدید دوست داشتنش رو اثبات نمی کنه سمیر، بلکه مثل بهادر آدم رو اسیر خودش میکنه. بهادر توی قلب من نبض شده و داره میتپه. شنیدی ره؟ دیگه از طرف من همه چی تموم شده، دیگه هیچی نیست. من چجوری همه چی رو به توضیح بدم گیتی؟ چطوری؟ نیازی نیست به من توضیح بدی سمیر. توضیح و جایی میدن که یه رابطه ای باشه، حس تعلقی باشه. اما من با تو هیچ ارتباطی ندارم، نه رابطه دوستی، نه رابطه دشمنی. بهترین کار اینه که تو راه خودتو بری، منم بذاری راه خودمو برم. و شاید تصمیم خداوند همینه. و سمیر، تصمیمی که خدا بگیره اون بهترین تصمیمه و من بهش باور دارم. برای من هیچ وقت این تصمیم خوب نبوده. وقتی تو اراده قوی داشته باشی، همه چی درست میشه. بهتر اینه که همه چیو همینجا تموم کنی سمیر. نه اصلا، این کار اصلا برای من راحت نیست. وقتی زمان بگذره همه چی درست میشه. منم دختری که قراره باش ازدواج کنی و دیدم، خیلی دوست داشتنی. اونو مثل من بی پناه ول نکن. فکرتو کردی به اینجا بمونی یا بری پیش سمی؟ نمیخوام از اینجا جایی برم. وقتی تو کنارم باشی پس شرایط سختم تحمل میکنم. هر چیزی که بهت قول داده شده اون از طرف مامانش بوده پسرم. مامان اون منو دوست داره. تقدیر بهادر عوض شد، زنداداش هم دوباره برگشت، کار عالی هم الان داره. تو گیتی امشب دعوتیت برای شو. آقا خیلی ممنونم که برامون ارزش قائلید. نمیخوام دیگه اینجا کار. اینو بگی. این چیه؟ بخون. برای تماشای قسمت بعد با ما در دیدی تیوی همراه باشید.